وباع <with> <laughs> You're کدام مایک، این یا این؟ دستی. اوکی. ایزان، ببخشید. این هم از تکنیک و تکنولوژی که همیشه مشکل درش است. اما چیزی که هیچ وقت مشکل درش نیست چی است؟ حضور خداوند و محبت خداوند و قوت و قدرت و عظمت خداوند. به هر حال خدا رو شکر می‌کنیم. ایزان، امروز روز روزی که باعث شد من تو امروز اینجا با هم باشیم در قدم اول میخواستم که این جشن و این قیام را به شما ایزان تبریک بکنیم از همین قلب واقعا امروز روز است که همه با هم باید آن شادی را داشته باشیم که هیچ وقت نداشتیم و امروز جشن پرشکوه قیام عیسی مسیح جشن ظفرمند جشن پیروزمندانه و بیرون آمدن خداوند من عیسی مسیح به شما ایزان تبریک میگم و همچنان بر عیزان که از طریق میدیا ما را میبینن در ضمن ما کشان عزیز پاسور آلبرت و خوار نسین تشکر و سپاسگزاری میکنن که درم چ روز این اجازه را به من دادن که بتونم از کلام خدا اینجا صحبت بکنم و دفعه قبل در میلاد عیسی مسیح بود که پاسور عزیز این لطف کردن و گرچه به کشیش ارشد کلیسایشان باید این روز را ما را برکت می اما خداوند این فیض را بخشید که من این کار را بکنم حال خداوند زنده است و ما شما همیشه از کلام خدا برکت میگیریم گیریم یک بار دیگه صدا بزنیم بخواهی که این آلت که پیش آمد بیایم بیرون و تمرکز بکنیم به کلام خداوند ایسای مسیح برخواسته؟ حقیقتا برخواسته آمین یک دست بزنیم برای ایسای مسیح برای زنده بودنش برای اینکه اگر این قیام نبود من تو اینجا نبودیم واقعا ولی خدا را شکر ایزان ما در هفته مقدس هستیم از هفته گذشته یک شنبه قبل این جشن و این هفته مقدس روزای مقدس شروع شد گرچه کلام خدا میگه این است روزی که خداوند ساخت شادی کنه و بج نماید هر روز هر لحظه خداوند مقدس و ساخت از خداوند و حضور خداوند است ولی این هفته که ما داشتیم یک شنبه قبل ما دو تا جشن داشتیم نه جشن نخل ورود پیروزمندان عیسی مسیح به اورشلیم و در ضمن نوروز باستانی را جشن گرفتیم خصوصا در کشور ایران و افغانستان این روز روز بسیار مهمی بود نوروز و یک فصل جدید آغاز شد و بهار جدید پس این بهار آرزوهای های بسیار را دوباره تازه کرد چیزهای بسیار نو را در قلب های عزیزان گذاشت که بر سال که پیش رو دارن رو انجام بدهند. اما بهار آمد و بهار گذشت بهاران آمد و بهاران گذشت سالها آمد و سالها گذشت ولی یک چیزی که باقی ماند و او قیام عیسی مسیح که یک بار قیام کرد و تا ابد امین خدا را شکر مثلا در رابطه با بهار و جشن بهاری یا فصل بهاری یکی دو روز از فکر می در این موضوع توجه کردن به اکثر سلسله موجودات که در فصل زمستان می میرن یا به حال میشن یا در خواب زمستانی فرو میرن ولی در بهار دوباره بلند میشن در بهار دوباره زنده میشن و یک کم راه میرن من یک اک عکس را آماده کردم پاورپوینت نیست نه اگر هست اون عکس رو بگذاریم اینجا اینه چی فکر میکنین چی باشه این قورباغه ما میگیم بقه این بقه چوبی یا قرباقه چوبی یکی از موجودات است که دانشمندان همیشه در شگفت هستند که چرا همچو چیز با همچو خصوصیات وجود داره هنوز هم جواب کاملش دریافت نکردن این موجود در زمستان سرد مثل که بعض اوقات آروزه ما در خواب زمستانی میره و یخ میزنه این یخ میزنه و 60 درصد از زندگیش کاملا صفر نابود است هیچ چیز زندگی درش نیست هیچ حیات درش نیست در اوایل بهار آیس آیس دوباره زنده میشه و تا آخر بهار و برمیگرده به زمستان دوباره به اون شکل ادامه داره 6 تا 7 سال عمر میکنه در بین 6 تا 7 سال هر سال میمیره زنده میشه میمیره زنده میشه اما امروز چی است دوستان عزیز امروز روز قیام عیسی مسیح است ده که یک بار در عیسی مسیح میمیرن ما در کتاب رو میان میخوایم اگر در مرگ عیسی مسیح شریک هستیم در قیامتش هم نیست شریک هستیم پس ما هر سال نمیمیریم و نمی زنده نمیشیم بلکه یک بار در گناهان میمیریم و یک بار با عیسی مسیح هم قیام میکنیم تا بعد مانند که خود عیسی مسی قیام کرد خدا رو شکر میکنیم پس چیز با گفته که چرا زنده را در میان مردگان می او برخواسته است، حقیقتا برخواسته است و این زندگی های ما امروز نمانند زندگی این قرباقه بلکه زندگی ابدی هستش خدا را شکر جشن امروز ما جشن قیام عیسی مسیح من فکر می کردم از روز که این پیام را گرفتم که امروز باید از کلام خدا اینجا وعظ داشته باشم گفتم که اصلا لازم نیست که ما امروز موعظه داشته باشیم لازم نیست که امروز ما تعلیم داشته باشیم لازم نیست که ما امروز بیایم و اینجا کلام را بشنیم چرا به این مفهوم که امروز بزرگترین روز بشریت است امروز روز است که سرنوشت بشریت مشخص میشه امروز روز است که خدای بند من تو ایسای مسیح زندگیش بر من تو ثابت کرد زنده بودنش ثابت کرد این خودش تعلیم است خودش حرف است خودش سخن است نه قبر خالی بنگر اصل ایمان من پس از بنیاد اساس من تو وقتی که بر قبر خالی عیسی مسیح است پس این قبر خالی عیسی مسیح تنها به جشن ختم نمیشه که ما در کلیسا یا در جای دیگه یک پارتی بگیریم جشن بگیریم بیام شادی بکنیم و دست بزنیم خوشحالی بکنیم که امروز قیام عیسی مسیح خداوند است هللویا خدا رو شکر عیسی مسیح زنده شده ما هستیم یکی دو ساعت این جشن و جلسه را داشته باشیم و بریم تا سال آینده برگردیم و منتظر باشیم که, که این تاریخ فرا می که دوباره این جشن داشته باشیم بلکه برعکس ما این جشن هر روز داریم در قلب ما هر ثانیه داریم در قلب ما هر لحظه که به عیسی مسیح ایمان میاریم جشن در قلب ما این قیام در قلب ما در زندگی ما صورت می این. پس ایسای مسیح وقتی که در قبر نمان ما دیگه مختص به یک شنبه ها نیست بر یک جشن بلکه هر روز چرا یک شنبه ها ما جشن جلسات کلیسایی داریم چرا مسیحان جهان روزای یک شنبه جلسات عبادتی داریم به خاطر از اینکه قیام عیسی مسیح است ما در روز یک شنبه قیام عیسی مسیح را پس هر هفته و هر روز جشن میگیریم خدا شکر اما این عزیزان و بین که ما در طریق میدیا میبینیم این جشن شادی و این جشن قیام و این جشن پرشکو فقط یک یک تیوری تو خالی نیست یک به یک فلسفه تخیلی و انسانی و یک داستان قصه و افسانه هم نیست همه این ما شما ببینیم که این یک حقیقت الهی است نه این یک حقیقت الهی است که انجام گرفت و در طول تاریخ بشریت همه را دیدن زنده شدن عیسی مسیح را دیدن قیام عیسی مسیح و صعود عیسی مسیح بودن عیسی مسیح حضور عیسی مسیح و قوت عیسی مسیح را در هر لحظه زندگی آن که به عیسی مسیح زندگی میکنه میبینه و برش ثابت شده هستش پس ما فقط بر امروز اینا نمیگم که ختم شد بلکه هر ثانیه زندگی هر ثانیه زندگی حالا یک سوال که معمولا شاید شما از خود کردین من هم از خود کردیم بارها اینه. و سوال است که از من هم بارها به نوان کسی که در میدیا بعض اوقات هستم شده مطمئن از شما می سوال شده که آیا واقعا ایسای مسیح خداوند است آیا حقیقتا ایسای مسیح خدای زنده در جسم انسانی برای زمین آمد آیا حقیقتا ایسای مسیح در صلیب مرد و جان داد و دفن شد و در روز سیوم قیام کرد مطمئنا این سوال زیاد شده واقعا آیا این سوال یک بار نه یک بار در ذهن ما خطور کرده که عیسی مسیح حقیقتا مرد و قیام کرد چرا روایات زیاد از صحبت‌ها سخن‌ها زیاد شنیدیم که به جای عیسی مسیح کسی دیگر در صلیب بدار زنان و نمیدارم از قبر دوزیش کردن و شاگردان خطاف کردن و از این حرفا زیاد بوده اما این حقیقت الهی ثبت شده نه تنها تاریخ است بلکه ثبت شده قلب‌ها است و ما آیات و بقیه صحبت هم می‌بینیم که چطور به اثبات رسید که عیسی مسیح حقیقتاً از مردگان برخواسته است و این حقیقت الهی را گفتم نه تنها امروز بلکه از روز اول ما میبینیم که ثبت شده در تاریخ بشریت است روز یک شنبه اولین کسی که کسانی که سر قبر میرن زنانی که میرن و عیسی مسیح را زنده می‌بیننه قبر از فرشته چی میگه چرا را زنده را در میان مردگان میجویی و عیسی مسیح زنده است و برخاسته و این موضوعی که عیسی مسیح امروز میخوایم دو تا سوال صحبت بکنیم آیا قطعا عیسی مسیح خداوند است و مرد و قیام کرد یک سوال دوم این که خب حالا قیام کرد بعدش چی نتیجه این قیام برای زندگی من تو چی که اینجا نشستیم یک ایمان داریم به عیسی مسیح عزیزا مرگ و قیام عیسی صلیب مس... عیسی ایسا... مسیح از کتاب پیدایش شروع تا کتاب ملاکی بیش از 300 بار نبوت شده برای من برای جهان و بشریت برای, برای همه ای ما این کلام خداست نی? خدا همین رقم در کلامش می خوانیم که در قدیم از طریق انبیا و زیاد با ما سخن گفت اما امروز از طریق یگانه فرزندش عیسی مسیح پس بیش از 300 بار نبوت شده آمدن و مصروب شدن و درد کشیدن عیسی مسیح برای من تو فدی گناهی من در صلیب جل ها اینا همش گفته شده کار عیسی مسیح در صلیب یک کار چی بگم یهویی نبود که یک موضوع پیش آمده باشه و یک شخص را در صلیب برده باشن بعد روایت شده باشه خب اول فلان هم زنده هستش و ما در گفتم در کلام خدا چی در عهد جدید میبینیم چون وقت زیاد نداریم میخوایم که امروز همه را فقط خود خداوند صحبت کنن در این جشن با هم شارکت داشته باشیم و این آیات خود خدا در قلب شما صحبت بکنه بیش از 300 ای بار این موضوعات در ذهن ما بشر در قلب ما بشر گفته شده و این برای امروز آماده ساخته بود توسط نبوت هایی که خداوند در کلامش برای ما کرد این روز را برای ما آماده است و ما را که امروز را بپذیریم، قبول بکنیم. فقط نشنیم بلکه قبول بکنیم و مطمئن هستم هم که همه را قبول مک آیت از مضمور 22 آیه ۱۶ را اینجا در پارپایند پاسور از لطف کردند. زیرا سگان دور مرا گرفتند، جماعت اشرار مرا احاطه کرده است. دست‌ها و پاهای مرا سفتند، بستند، حالا این از جمله آیات سهصد آیات این آیات را خداوند در قلب من گذاشت در کل که بگیم بله دشمنان عیسی مسیح عیسی مسیح را به مصلوب کردن این حرف است که گفته شده بود و ما عملش را در روز جمعه دیدیم صداها و نداها را دیدیم که مردم ها صدا زن که مصلوبش کنین مصلوبش کنین ما دیدیم که پیلاتوس امر داد ما دیدیم که پتروس انکار کرد ما دیدیم که پولس جفا رسان ما دیدیم که شاگردان همه پراگنده شدن ما دیدیم که مریم گریه کرد اما روز یک هم در راه بود و رسید او را و مسیح قیام کرد آمین اینا همش بود پس این دشمنی که با خدا بود دشمنی دشمنیش انجام داد اما غافل از این که خداوند در قدرت خودش هست آمین؟ و اه, کلام خدا در رومیان میگه در زمان که ما دشمنان با خدا بودیم توسط مسیح خداوند ما را به دوستان خودش تبدیل کرد پس اگر اینجا در این آیه میگیم که اه, میخوانم که دشمنان ما مثل سکها دور مرا گرفته و گروه شریر دست ها و پاهای مرا سراخ کردن همه سخانهای خود را میشن مارم پس این دشمنان شادی کردن اما غافل از اینکه یک شنبه در راه است عیسی مسیح قیام کرده بعد از رقم میان با کتاب اشعیا 53 اگر میخوانیم آیات زیاد را در رابطه با مسیح شدن مسیح درد رنج مسیح و در کل باب 53 عیسی مسیح را خادم بسلا جفا دیده و خادم درد کشیده و خدمتگذار رنج دیده بر ما معرفی میکنه و آیات زیادی است حالا اگر در کل اینا را توجه میکنیم برمیگردیم دوباره برای این یک شنبه که امروز هستیم یک شنبه روز قیام روزی که باعث شد من تو اینجا باشیم حالا این یک شنبه که قرار ب... انجام بگیره مگر نقشه و پلان خداوند از اول نبود نظر به ای آیاتی که خواندیم که بود مگر در جمعه, جمعه قبل عیسی مسیح مصلوب نشد که شد مگر در کلام خدا نخواندیم که قبرش اونجا توسط یوسف رامی تعیین میشه یوسف شخص با خدایی بود نه با نقدومیس می و جسد ایسای مسیح را تراگین میکنن و کفن میپیچانن و در قبر سنگی که یوسف برای خودش آماده کرده بود میگذارن اینا حرفایی است که همه که در کلام خدا نوشته شده و ما با او ایمان داریم و اینا حقیقت های خدا و اینا تماش حقایق الهی است نه اینا عمل است که خداوند انجام داد در کلامش بر ما گفت پس اگر اینا همه وجود داشت عیسی مسیح مصلوب شد بله در کفن پیچانده شد بله در قبر گذاشته شد بله تا روز یک شنبه ساعت یک دو در قبر بود بله اینا همه بله درست انجام شد اما امروز چی امروز وقتی که زنان میرن سر قبر حیات فاطمه عزیز اول خواند از لوقا چرا زنده را در میان مردگان میجویم چرا چرا ما بیایم و این حقیقت الهی را کتمان بکنیم و آن حقیقتی که واقعا هست او را بخوایم با دروغ شیطان بپوشانیم و ب... قبول بکنیم متاسفانه خیلی از انسانها این کار کردن و قبول ندارن اما ایسا زنده است ایسا زنده است و تا آخرام زنده هست ایسا خداوند است ایزان خدایی که از ازل بود و تا ابد است همانه که دیروز بود و امروز است و تا ابد زنده استش پس با چهار تا حرف انسان بر روی زمین نمیشه تغییر کرد ما زیاد حرفا ام که در رابطه با آنهایی که ضد مسیح هستن حرفا میزنن اما امروز عزیزان بازم تکرار میکنم بیاین یک لحظه بر امروز یک شنبه قیام مسیح یک لحظه تعمق بکنیم فکر بکنیم آیا عیسی مسیح در قبرمان هرگز بیره فقط ما با یک کلام نیست که یک چهار تا جمله را میخوانیم بلکه آن حقیقت الهی است که در قلب ها حق شده چرا پس عیسی مسیح را ما بیایم با با چهار تا حرف با مانند رهبران مذهبی و دینی با با گشت و پست و خون به قایسه بکنیم بیایم عیسی مسیح را با با قبر و قبرستان به بکنیم مثل اون رهبرانی که در قبر ماندن نه؟ و هر از گای هم پیروانش میرن اونجا برای زیارت و دید و بازدید من دیشب یک موضوع در فکرم گشت که چقدر جالب است که میرم در جای انسان ها پول میتن راه را سفر میکنن و چقدر ریاضت میکشن و چقدر اونا هم پول دارن نهایی که بیشاره فقیر و غریب هستن که نمیتونن کار بکنن میرن اونجا با یک سنگ چل کوچیک با یک سنگ کوچیک با دیوار میزن که گوی اگر بتانن دشمن خودشان نابود بکنن اما غافل از این که شیطان قدرتش بیشتر از قدرت کوچک سنگ است و چی بلاهایی نیست که سر مردم دنیا نیاورده این شیطان اما می بینیم دوستان عزیز عیسی مسیح خداوند از قبر میای بیرون و او حیات را چی میکنه برای من تو چطور این این بگویم یا کم لطفی نیست که ما عیسی مسیح خداوند زنده جسم پوشیدن که برای من تو زمین آمد در قبر مانده شد و برای من تو جانش داد بیاییم با با رهبران مذهبی و دینی که در قبر با خاک و سنگ و گل یکی شدن برای یک جایی با که ما شباهت بتیم کاملا بگم بین انصافی است اما مسیح خداوند زنده است و حقیقتا زنده است آمین. قبر خالی بنگرد اصل ایمان من قبر خالی است این ایم... اصل ایمان من ایزا. یک سوال دیگه پیش می حالا گفتم که چرا ایسای مسیح باید مصلوب شود چرا کی و کی و از خود این سوال کرده باشه که چرا عیسی مسیح باید مصروف شود چرا باید عیسی مسیح به خاطر من تو جان شود آیا از کس این سوال شده چند نفر این سوال کردن یا از خود ما این سوال کرده یا کس از ما این سوال ها کرده چرا عیسی مسیح مصروف شد خب خدا مگر قدرت نداره آمین که داره مگر خدا قدرت کامل نیست که هست خدا صلاحیت همه چیز را نداره که داره خب میتونست از طریقای مختلف این آمرزش گناهان برای ما داشته باشد که پس چرا به خاطر من تو ضعیف شود حرف که همیشه میشنیم که چرا خدا قد ضعیف شود که فدیه گناه یا صلیب جلجتا را انجام بده این سوال است بله عیسی مسیح مصلوب شد ولی بله عیسی مسیح قیام کرد ایسای مسیح شد ولی عیسی مسیح در قبر نمان پس ایمان ما روی عیسی مسیح قیام کرده است همچنان ایزان قیام عیسی مسیح برخواستن عیسای مسیح نیز مانند مرگ کفاره روی صلیب برای ما هم پیشگویی شده بود گفته شده بود از اول گفته شده بود که عیسی مسیح این کار انجام میده بازم آیه خوانیم آیه مزبور 16 است و آیه مزمور شانزا ای دست اگر اول بیس دو شانزه بود و آلا مزمور بابده شانزه باب ده میگه زیر جانم در عالم مرگ ترک نمی کنی و نمی گذاری که بنده برگزیدت فساد را ببیند بی این هم نمونی از آیت کلام خدا که درست است که جان مسیح در اموات مردگان رفت اما خداوند نویسنده میگه که, که و نمیگذاری که بنده برگزیدت فساد را ببیند یعنی جسد مسیح در, سل... در, قبر چی نشد فساد را ندید پوسیده نشد و گشت و رگ و پایش خاک نشد فقط دست یک مقدار باقی مانده باشه مثل که جسد در آخیل از یک جمجمه سر یا دندان باقی میمانه بلکه ایسای مسیح با آن قوت الهی با آن قدرتی که داره از قبر بیرون آمد آمین پس من تو با خدای قیام کرده ایمان داریم با خدایی که نه فقط در ذهن ما تخیل میکنیم بلکه نه که یک, یک روایت را دیدیم نه ای که گفته های یک چهار تا انسان را فقط شنیده و افسانه باور داریم بلکه این حقیقت الهی را در قلب ما ایمان داریم آنان که ایمان دارن باور دارن را میدانن پس ایسای مسیح با حقیقتا برخواسته است خدا را شکر که ما با یک فلسفه دینی مواجه نیستیم حتی با گفته ها و افسانه ها هم سر کار نداریم بلکه با حقیقت الهی در این روز یک شنبه این ثبوته که قبلا خدمت شما گفته روز یک شنبه زنان میرن بالای قبر و قبر خالی را میبینن پتروس در باب دوی آیت 24 اعمال رسولان تمامی این زنده بودن عیسی مسیح را صحبت میکنه چرا؟ چون شاگردان میگه در کلام خدا میگه جایی که ما آنه که ما به چشم سر دیدیم دیدیم، بودیم، انجام دادیم و حالا با شما اعلان میکنیم و بیان میکنیم پس نه تنها پتروس، یوحنا و شاگردان دیدن بلکه کلام خدا چی میگه در کلام بلکه بیش از 500 نفر یا 500 نفر رو, رو دیدن بعد از قیامش عیسی مسیح دوباره نان خورد دوباره ماهی خورد دوباره حرف زد دوباره تعلیم داد دوباره صحبت کرد در امواس خودش را ظاهر کرد و با, با دو نفر و چقدر قلب های خوابیده و به چی میگه ف... قلبای فلج را خداوند میتونه زنده بکنه و عیسی مسیح با دو نفر که را... با دو نفر راه میرفت دو نفر که قلبایشان کاملا خوابیده بود شنیده بودن که عیسی مسیح مصلوب شد و شنیده بودن که عیسی مسیح بعد از سه روز قیام کرد زنده دیدن ولی عیسی مسیح وقتی که با اونا ملاقات میکنه و دعا میکنه چشمشان باز میشه پس این فقط تنها یک آیه نیست گفتم آیات زیاده داره و کتاب اعمال رسولان در باب 13 آیه 33 تا 35 پولس رسول نیز این صحبت را کاملا با ما داره و کاملا با ما زنده بودن عیسی مسیح صحبت میکنه و میم در کتاب اول قرنتیان من نمیخوام زیاد آیه بخوانم ولی این چهار تا آیه واقعا امروز تمام روز در قلب من اینجور چیز میکرد اول قرنتیان باب به آیه چارده تا نوزده کاملا در قلب من میجوشید و این خواستم با هم تقسیم بکنیم چون پولوز اما ما میشناسیم پولوز کسی است که برای کلیسا جفا میرسانه اما زمان که عیسی مسیح را ملاقات میکنه زنده بودن عیسی مسیح را میبینه عیسی مسیح از قبر بهش ندا نداد عیسی مسیح کاملا چشم چشم با عیسی مسیح دید و عیسی مسیح چشم, چشم با پولس دید و پولس را ملاقات کرد و آیه 14 تا آیه 19 و اگر مسیح زنده نشده باشد هم بشارت ما بیفایده است و هم ایمان شما وقتی گفتیم که خدا مسیر را زنده ساخته است در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد نسبت به خدا شهادت دروغ داده ایم زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند مسیح هم زنده نشده است و اگر مسیح زنده نشده است ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید از آن گذشته ایماندارانی هم که مردن باید هلاک شده باشند اگر امید ما به عیسی مسیح فقط مربوط به این زندگی باشد از تمام مردم دنیا بدبختتر هستیم. این چند تا وقتی که امروز خواندم دو بار دو بار سه بار این آیات را خواندم یک بار دیگه به با ایمان خودم به زندگی خودم در این چند روز یا در این چند سال توجه کردم. که واقعا من به کی ایمان دارم؟ آیا میتونم مانند پولس بگم میدانم که به کی ایمان دارم آیا اگر عیسی مسیح زنده نبود و عیسی مسیح قیام نمی کرد ایمان من و ایمان تو باطل نبود حتما که بود اگر عیسی مسیح قیام نمی کرد چی فرق داشت با ادیان و مذاهب دیگر در روی زمین تمام مذاهب روی زمین میگن خدا هست و با خدا هست و خدا رو میپرستیم اما فرق عمده و بنیاد اساس ما روی چی است روی زنده بودن عیسی مسیح امی؟ روی زنده بودن عیسی مسیح عیسی که در قبر نماند عیسی که زنده است پس این بنیاد و اصل ایمان من و ایمان تو زنده بودن عیسی مسیح من با این فکر میکردم که اگر قیام مسیح نبود مسیحیت میشد مثل که ما میگیم ها میگیم ایسویا از خود یک چیز را ساختن همو تبل میان خالی سنج پر سر و صدا صداها زیاد دارد دیان و مذاهب صحبتها زیاد دارند حرفای قشنگ هم زیاد دارند و دویده دا های زیاد هم دارند باغ سبز و سرخ هم نشان میتن سخنهای خوب هم در بینش است بله اما هیچ کدام قیامت را ندارن فقط این مسیح است که در قبر باقی نماند این مسیح است اگر ما او را به عنوان خداوند و منجی ما میپذیریم این فقط در مسیحیت است چرا اگر قیام انجام نمیگرفت چی میشد؟ اولا که وضع ما ایمان ما باطل بود دوم زمینه توبه و بازگشت از گناهان برای من تو مساعد نبود اگر قیام نبود من تو امروز روی قدوس خدا را این قدرت علا را نداشتیم اگر قیام نبود من تو حیات را نداشتیم در کتاب رومیان میگه اگر در مرگ مسیح صحیم هستیم در قیامتش هم صحیم هستیم آمین اگر در قیام ایسای مسیح نبود ما پادشاه و حکمران در خود نداشتیم زندگی ما بدون حکمرانه بود بدون پادشاهی بود بدون روحی بود شاید نبی و پیغمبر را در برش باور می داشتیم که در درون قلب ما مثل خاک و قبر و سقم بود پس این قیام مسیح همان که گفتم چی است پایه و اساسی ما اگر ما امروز جمع شده اینجا اگر من تو امروز اینجا هستیم دلیلش زنده بودن عیسی مسیح خدا را شکر ما با خدای زنده ایمان داریم و این خدای زنده فقط در یک روز امروز نیست بلکه در هر ثانیه از زندگی ماست آمین و من میخوایم فقط در آخر یک آیه را نمیخوانم ولی فقط میگم که کتاب متا باب چلی یک رایزان مطالعه بکنین ایزان که از میدیا میبینن آنه که با خداوند عیسی مسیح باور ندارین و مسیح فقط به عنوان یک پیغمبر میپذیرن ایزان و ایزان که جان شخصی و حتی ایماندارانه که با خداوند عیسی مسیح زندگی میکنیم اگر شک در قلب ما آمد که اون روز حرف در, در ذهن ما خطور کرد بعض اوقات بعض شک ها پرسه میزنه در فکر ما خدا را شکر هست اینا بسیار این سوالات یا این شکها میایه خود بهتر است که باشه چون جستجو میکنیم تحقیق میکنیم برای حل این موضوع ایزان کتاب متا باب ده آیه چلی یک را اگر مرور بکنیم کلام خدا برای ما بسیار واضح این درس را میته و این را برای ما میگه که بیاین امروز یک بار تصمیم این آیت را بخوانیم و با خود فکر بکنیم که عیسی مسیح قیام کرده را میخواهیم یا این که از یک پیغمبر و نبی را می داشته باشیم در این آیه ایسای مسیح بسیار واضح میگه میگه اگر من به عنوان یک پیغمبر و یک نبی می پذیری از پیغمبر نبی را می گیری همون نبی هایی که در گذشته داشتم زیاد ولی اگر عیسی مسیح را به عنوان خداوند و منجی و رهاننده خودت میپذیری حجر فرزند خواندگی رو میگیری هویت فرزند رو میگیری این فقط و فقط امکان دارش که زمانی که مسیح باید از مردگان قیام میکرد مسیح برای خودش از مردگان قیام نکرد مسیح برای من تو از مردگان قیام کرد و خداوند از او زنده هست و از ازل بود و تا ابد است من تو انسان در گناهان مرده بودیم انسان باید قیام میکرد انسان از مرگ روحانی باید نجات پیدا میکرد انسان باید در حیات ابدی وارد میشد انسان که به شابت خدا برای ابدیت خلق شده بود او باید برمیگشت و او امکان نداشت بجز از زنده بودن ایسای مسیح اگر ایسای مسیح اینا رو فقط در روایت و سخن میگفت پس ما هم در اون مانند ادیان مزه در اون مرگ باقی میماندیم در باور باقی میماندیم ام. اما قیام عیسی مسیح باعث شد که ما آن هویت اول خودشی کنیم و دست بریم آمین <متصفيق> بین از این موضوع از این صحبت زیاد بگذاریم یک لحظه بیسیم و دعا بکنیم گفتم تعلیم زیاد است سخن زیاد است آیات زیاد است اگر این 300 آیه بخوایم تفسیر بکنیم صحبت بکنیم ساعت ها باید روی صحبت که ماها باید جلسات و ها داشته باشیم اگر بخوایم تعلیم بگیریم باید ساعت ها تعلیم بگیریم روز ها باید تعلیم کلاس ها بگذاریم اما یک چیز در یک کلمه در یک جمله میتن تمام عظمت و شکوه خداوند اینجا مشخص شود عیسی مسیح قیام کرده ما با سنگ و چوب و نمیدانم قبر و استخان سر کار نداریم ما با خدای زنده سر کار داریم همین جمله را فقط در ذهن خود در قلب خود همین لحظه ب... ب... بچرخانیم حقیقتا قبر عیسی مسیح خالی است بیان دعا بکنیم ایزان دعا میکنیم خداوند خدای آسمان و زمین پدر پر جلال پدر که اجازه دادی یگانه فرزندت برای ما و روی زمین بیای خداوند و بی میره و قیام بکنه تا ما بتانیم در قیامت زو شریک باشیم تا ما بتانیم خداوندا این ابدیت را داشته باشیم خداوندا تو چی زیبا هستی تو چقدر خداوند عالی هستی خداوند عالی خدای عالی که نگذاشتی ما در مرگ و در جهنم خداوندا باقی بانیم بلکه خداوندا تو آمدی جانت را دادی در جمعه رفتی صلیب خداوندا اینجا را, را پیمودی تا خداوند ما در ابدیت تو با تو یک جای باشیم شکر خداوند که تو زنده هستی و ما با تو زنده هستیم شکر خداوند که ما با تو زنده هستیم در قیامت تو شریک هستیم خداوند اینا به خاطر فیض تو که تو فیضت را به دادی خداوند تا ما با تو شریک باشیم جلال بر نام تو خداوند دعا میکنم کنم خداوند برای خدا و برای عزیزان ما که اینجا هستیم خداوند همان که سنگ زخیم مقابل قبر عیسی مسیح گذاشته شده بود شاید کینه ها است شاید نامیدی ها است شاید دشمنی ها است شاید درد ها و رنج ها است شاید سختی ها است در قلب ما در درون ما شاید نامیدی ها و درد های خدا قبرش قبر شده در, در, درون ما دفن شده هیچ امید برای بیرون آمدنش نیست هیچ امیدی برای زنده بودنش نیست ما امروز خداوند عیسی مسیح همان طور که تو قیام کردی و از مردگان بلند شدی خداوند دعا میکنم بر عزیزان ما خداوند که این دیوار زخیم ناامیدی این دیوار زخیم دردها و رنجها این دیوار زخیم مرضی ها این سنگ زخیم دردها و رنجها و جفاها با قوت روی قدوس خداوند کنار زده شود امروز مسیح از درون ما قیام بکنه امروز مسی بیای بیرون امروز مسی مانند که ولی دستور داد که بیا بیرون امروز خداوند عیسی مسیح همان طوری که خودش از قبر آمد بیرون امروز همون صدا را در درون ما بکنه که بیا بیرون ای دردها و رنج ها ای زحمت ها ای مرض ها ای دشمنی ها و کدورت ها ای نامحبتی ها ای رنج ها بیا بیرون بیا بیرون تو در اونجا دیگه جای نداری این قبر دیگه قبر نیست اینجا دیگه محل سکونت من است امروز این صدای خداونده پدر از آسمان در قلب های ما خداونده فروزان کن هللویا شک همینجا که سرود میخوان پاسور عزیز من میخوام پاسور و خوار نسرین امروز روز مهمی است. امروز روز واقعا روز معمولی نیست که مثل هر روز باشه. امروز روز که ما قیامت مسیر جشن میگیریم. از شما خواهش میکنم از برای ایزان دعا بکنین و ایزان که نیاز دارن بعد از این سرود شاید همین دعایی که کردم این در قلبم امروز از صبح بوده که درون ما شاید قبرهای شده که خیلی چیزها درش پنهان شده. امروز سنگ با این دعایی که کشان عزیز میکنن از مقابل قلب های ما فکر ما ذهن ما کنار زده شود میایم اینجا جلو عزیزان بر شما دعا میکنن امروز با یک آزادی امروز با یک زنده شدن دوباره امروز با یک بلند شدن برخواستن قیام یعنی برخواستن یعنی بلند شدن امروز برخیزیم امروز بلند شویم امروز دیگه از جایی که در طی سال بودیم بلند شویم قیام بکنیم با برخواستن با این قیام با عیسی مسیح را بریم. Amém. Acordar a chave. o ar,